ببینید این جهانی که بعد از مرگ شروع میشه که بلافاصله از مرگ به اون طرف دیگه برزخ و این هاست تا قیامت اسمش برزخ. برزخ میگن به جهت این که ما بین برگ و تا قیامت و من ورائهم برزخون الا یوم یبعث. ما قبض روح که میشیم خود مسائل قبض روح یه مسائل خودشو داره، بعدش ملاقاتی رو مؤمنین تو آسمان با خدا میبرن عرش تو آسمان ها که درهای آسمان رو باز میکنن، یه سری برنامه اونست. بعد مسائل قبر رو داریم که مسائل قبر رو همین سوال ها و چه. بعد از داستان قبر برزخ شروع میشیم، جهانی میریم که روح رو توی بدن میبرن، بدن مثال بهش میگن، مثل بدن دنیاییست ولی مال عوالم برزخ، مال این بدن دنیایی نیست. تو برزخ منحس المجموع سه دستن اشخاص، آدم های خوب بهشتن، بهشت موقت، بهشت برزخ. تو وصیت‌نامه های خمینی هم نوشته القبر اما روضتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النار. این یه جمله از روایتیست هر سدلی اینون فرموده. یا بهشت و باغ‌های بهشتن، اینا خوبن، وضعشون خیلی خوب. یا گودالی از گودال‌های جهنمه، برای آدم خیلی بد اونجا عذابن تا قیامت. حد وسط ها خواب هستن، نه عذاب نه چی، بس که بعد از قبض که بخوابن پاشن قیامت باشه، یه سه دست. ولی خوبا خوبند و بدام بدارم درگیرن باشون. یه فاصله برزخ هستش، طولم میکشه خیلی تا قیامت باشه. قیامت که حساب کردم، برزخ هنوز پرونده هامون کامل نشده، پرونده در حال تکمیله. چرا؟ انا نحن نحی الموتا و نکتم ما قدمو و آثارهم. خدا میفرماد ما مرده‌ها رو زنده میکنیم قیامت و اون چه قدمو، قدمو همین دنیاست، نوشتیم و آثار کاراشون. میمیریم ولی اثر کارامون تا قیامت هست، خیر شر همش هست. آثار اعمال خیلی زیاده، خیلی زیاده اثر هستش. میگفتش که خیابون رو میخواستم بکشن، ما گوش میکردیم، این قضیه مال 40 سال پیش، از یه جایی به یه جایی اوائل زمان رضا شاه بود، من اون وقت نبودم، تعریف مال اون وقتش میکرد. این تو خیابون کشیه میامده میفتده، مثلا یه جایی یه کسی پارتی بازی کرده و حالا چی فلان تعریف میکرد، حالا به اون مهندسه چه فلان پول اینا، که اونجوری خیابونه بیافته که مثلا خونه اونان هم چی بشه، که میگفت این کار شده. خب ببینید یه خیابون حالا فرض کنیم 50 متر اون برتر کشیده شده باشه، تا این خیابونه هستش، تو تمام مثبتات کار این شخص اگه مثبت بوده اون شریکه، و اگه منفی بوده تو تمام منفی ها شریک. چقدر از اون خیابون آدم رد میشه الان و ماشین. خیلی آثار اعمال زیاده، خیلی آثار اعمال خیلی زیاده، اثرهای عمل ها. یک کسی تو مغازه بد برخورد کرد با مشتری، فحاشی کرد، اینا شاگردش داشت میدید، شاگرد یاد گرفت، اینم اثر گذاشت روش. حالا تو طول عمرش اینم چند باری در جاهایی که عصبانی شده همجوری عمل کرد، دیگران از او یاد گرفتن، باز دیگرانی، باز دیگرانی. حالا ببین چه خبر میشه قیامت، یه دونه فوش داده همش یه ثانیه طول کشیده، حالا بیا قیامت بیا میلیارد ها فوش اومده، اینا همه آثار اعمال توست. حتی خوبم هست تا بدم هست، خوبم هست. یک کسی داشته میرفته مسجد، یه نفر دیده اثر گذاشته روش، ما شما که حرف نزدی اصلا شما ندیده اونو، ولی دید که ما مسجد بریم و اینا اثر مون، یعنی به مسجد یه مقداری مثلا به همون مقدار او که مسجدی شد شما شریک، اونم حالا رو دیگران، دیگران رو دیگران، دیگران رو دیگران تا قیامت. خیلی آثار اعمال زیاده، آثار اعمال خیلی زیاده، اینا داره پر میشه پرونده هم تو داره میادش اثرهای اعمال. خدا بدادمون برسه که چه خبره، چه خبره. اینا تو برزخ پرونده داره تکمیل میشه،
قیامت دیگه دنیا این است که اثر عملی باشه، تمام میشه و دیگه اثر عمل هم نیست. حالا بیا برو قیامتی که برای حساب و کتاب و پرونده ها و همه اونجا هست و محاسباتی که خدا داره، هر کسی بر اساس اون شخصیتش، موقعیتش، هرچی خدا دیگه تشخیص با اونه که آیا این باید در زندگی ابد چه جور محلی رو داشته باشه، بهشت یا جهنم. یا ببینید یه آقایی میفرمود، میخوام این رو براتون بگم، میفهمدن که بهشت رفتن راحته، جهنم رفتن سخته. ببینید بهشت اونا که با تقوا و چو اعمال اونا که میرن، باز یه سری ها چه مثلا حتی مثبت منفی مساویه مرجعون الى امر الله، اینا بالاخره بخشیده میشه. سری ها که حالا چو شفاعت و چو تا میشه راهی باشه میره. جهنم میمونه برای کفار، لاملأن جهنم من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین. غیر کافر کسی تو جهنم نمیمونه، کافر با خود خدا دست به یخ است. یه نفر بردن زندان توی مملکتی، میگن این چه کرده؟ میگن این شاه رو ترور کرده، یعنی بزرگترین شخصیت مملکت رفته گشته دیگه، جرم میشه. کافر با خود خدا درگیره، قبولش نداره با اینکه خدا خودش هم معرفی کرده. چرا درگیره؟ چه شرارتی، شقابت. با خدا کسی میاد انکار کنه، چه بکنه، مخالفت کنه. خیلی خطرناکه بعض کافر، خیلی خیلی خطرناک. شماها اگر قدر کاراتون رو ندونند، به کسی نعمتی داشته باشید قدر نشناسند، مخصوصا وقتی میدونه ها، وقتی میفهمه. حالا بچه 3-4 ساله بچه هست، خیلی نمیفهمه که شما داری خدمت میکنی. حالا یه وقتی هم یه مشتی هم به تو میزنه، یه وقتی هم میخندی، بچه هست. اما وقتی میفهمه دیگه خیلی توقع داری که قدردانی بکنه. خدا خودشو معرفی میکنه به همه، همه خدا رو میشناسن. بعد از شناخت اینا میخوان اصلشو انکار کنند و بگن تو نیستی و یه کس دیگه اینا رو درست کرده و تو چه کاره ای و ما هستیم. خیلی شرارت، خیلی سرکشیش سختیست، شقاق و غرور بدی. حالا اینا تو جهنم میمونن. بله خب بهش درجات داره، حالا هرچی بهتر باشه می درجه بالاتر، چون به ابدیت هم وصله اهمیت بهش بدیم. یه روز دو روز نیستش که بگویم حالا دنیا که اهمیت نمیدیم چون موقته، میگذره. گفت شب سمور گذشت و لب تن، دنیا چون موقته، اونجا چون موقت نیست که بگویم میگذره، برای ابدیت. ابدیت دیگه حساب شده از کارش. خب عالم برزخ که عوالمی است که داره تا پرونده میگذره و میاند و چه و چه و اینها، اون من مال خودش. قیامت هم که اون حساب کتاب ها تا همین صراطی که صحبت میشد. از شروع قیامت که این حساب کتاب ها هستش تا بیام از صراط عبور کنیم بریم بهشت، هر کسی به خورند خودش باش برخورد میشه. یه مطلبی که تو قرآن آیه هم داره، این مهم هم هستش. خدا هر چند تا خلق و مخلوق داره، داره با هر کسی خداوند جوری معامله میکنه، چه تو دنیا چه تو آخرت. مهم ها، خیلی مهمه که گویا جز این مخلوق هیچ مخلوقی نداره. دیدید یه ثروتمند مقتدره، چه حالا هرچی میخوای بگو، یه دونه بچه داره، همه چیزش هم ریخته پایین بچه. یعنی تو ذهن بگیرید، خود شما رو خودتون حساب کنید. خدا با شما جوری معامله میکنه که گویا جز شما کسی رو خلق نکرده، فقط توی اینجور داره خدایی میکنه. اون وقت ماها قدردانی نمی کنیم دیگه، ماها هی کفران میکنیم، هی خراب میکنیم. ولعصر ان الانسان لفی خسر. آخرت هم همطوره. شما که قبر پا میشی، خیال کنه اصلا هیچ کس جز شما نیست. خدا وقت صرف کسی نمی کنه شما بس تماشا کنی، با خودت کار داره. اصلا همه باشند و هیچ کسی شما برای تو فرق میکنه، تا بلند بشی خودش رو میکنه محاکمه رو. هست همتون میری میری تو بر بهش، هیچ اثری نداره که این همه خلق هستن، اصلا به تو کاری نداره.
تو معطل چیزی نمیشی. که اصلا امت نوح حالا نوبتشونه، آقا بشین تا نوبت امت به، نه هر یه نفری همون لحظه پاش شدن خدا مشغوله تا بره تمام بشه کارش. خیلی مطلب بزرگه. گفتن یا رسول الله چجوری در یه لحظه خدا همه رو داره محاکمه میکنه؟ فرمود بس دنیا در یه لحظه همه رو داره روزی میده. شما امشب میخوای شام بخوری، منتظر فرانسوی ها میشینی سبکو سبکو فرانسوی ها، بعد بلژیکی ها، خدا هم داره غذات میده، داره روزیت میده، اصلا هیچ تأثیری به کسی نداره، حتی زنت هم به تو تأثیر میده. قیامت هم همطوره، در یه لحظه همه رو مشغول محاکمه است، هیچ تأثیر دیگری به این نداره. این مهمه ها، اینه که هرچه بشه مثل که همین منم. بله، وقت برخوردا همه مطابق اعماله، مطابق اون چه که هستیم. خدا به داد اون برسه. ببین این صفحه الان جلو من، بازم صفحه قرآن که به خاطر اون آیه بازش کردم، صفحه 309 همون سوره مریم، بالای صفحه و انذرهم یوم الحسره. پیغمبر بترسون مردم از روز حسرت. خیلی حسرت قیامت هست، خیلی، که چرا اینجور کردیم، چرا اونجور کردیم، چرا دست دادیم، چرا چی کردیم، چرا اونجور، چرا آخه حسرت مال وقتیست که میتونستیم بکنیم نکردیم. حسرت های واهی و احمقانه نیست. مثلا من حسرت نمیخورم چرا تو دنیا من حامله نشدم، ما که مردم که، حسرت کاری رو میخورم که میتونستم و نکردم. زنم هم دور، هر کسی، این حسرت یه چیز واقعی است. محصل رفته امتحان بده، تش شده 14، خودشم میدونه وقت داشته بخونه، میشده بی خودی بازی کرده، خوابیده، تفریح کرده، در قصه میخوره که چرا نخوند، اگرم میخوند الان 20 میگیره. حسرت آماده اینه، مخصوصا ادقضی الامر، وقتی تای خط معلوم میشه دیگه کجا باید بریم. بله، حتی تو بهشت هم که بریم حسرت میخوریم، چون درجات بالا خیلی، حتی تو خود بهشت وارد بشید دیگه حسرت نیست، تو خود قیامته. ولی طولانیست خیلی، خیلی بعد همینه که اصل بته، اونجا دیگه حالت رضایت داری، ولی فقط میدونی که درجات بالا خیلی هستش. اشخاصی که در درجات بالا هستن به دیدن شما میان تو بهشتتون، مثلا پدرتون که درجهش بالاتر، فرض دوستتون رو حالا بشه، ولی شما به دیدن اونا نمیتونی بری، اون بهشتا رو نمیبینیم ما. عیب نداره مثلا ثروتمند خونه فقیر بیاد تازه بهش خوشم میگذره مقایسه، نه تو بری اونجا اونا نه، انقدر زیبایی هاست که اصلا نمیبین. یه همچین داستانی هم هستش، یه همچین وضعی هستش. کسی چی میکرد که خواب دیدم که مثلا عالم آخرت فلانی اومده دیدن من، تو دلم بهش چیزی نگفتم، تو دلم گفتم اون درجهش از تو بالاتر، چون اون که درجه بالاتر میاد دیدن. درجات بالا میاد. حالا ببینم چه حساب کتابایی هستش، چه خبره. بله خیلی درجه ها متفاوته، حالا هر کس به عملش دیگه. قصه میخوریم چرا این درجه ها رو دریافت نکردیم و میتونستیم. این مهمه ها، اینه که میتونستیم. مهم دشمن ما که ابلیسه، ما را هی تخلیه شخصیت میکنه، هی میگیره از ما، توهیمون میکنه از درون، هی تو کسی نیستی، چیزی نیستی، غلط میگه، اشتباه میگه. من که اینجا نشستم و شما اینقدر مهم هستیم که خدا این کتاب رو برامون فرست. شما رفتی خونه میگن آقا این آقا یه نامه مثلا از یه شخصیت بزرگی براش اومده، 300 صفحه است، مثلا هرستلی براش نامه نوشته، کی بوده این چی نوشت؟ خدای هرستلی برا تو برا من اینو فرستن. بی جهت نرفسته، خودمونو کم ارزش میکنیم، ما خودمونو هی دستش، ابلیس میگه در گوشمون. اصلا استعمارگرام همین کار رو میکنن، میخواد ملت ها عقب بیفته، هی تلقیم میکنن شما چیزی نیست، چیزی نمیشید، شما هم به عقبین، اصلا نمیشه. این دشمنیست ها، نه برعکس، تمام این کتاب رو میتونه عمل کنی، میتونه بفهمی. اصلا خلق کردن که ببرند هم نشین محمد ابن عبدالله دو.
خودت نمیری والله، مقدمات چه خدا جور میکنه. البته راه برا اسفل نارم بازه، برا همم بازه، انتخاب دیگه، کجا میری، چقدر میری، چگونه میکنی، همه. این جور مطلب مگه غفلت، به غفلت خود شیطان ما رو نندازه و هواهای نفسانی و اینا که باعث حسرت دریابیم، سریعتر موقعیت خودمون رو دریابیم. تو بهشت میخوای با کی همسایه باشی؟ میخوای با کی همنشین باشی؟ اصلا تو عالم آخرت میخوای با کی نشست و برخاست کنی؟ برنامه‌ش رو بریز از اینجا، بریز. حضرت علی فرمودن کونو ابنا الاخره ولا تکونو ابنا الدنیا، خودتون بچه دنیا حساب نکنید، خودتون بچه آخرت حساب کنید. شما رفتی همدون 4-5 ساعت برگردی، خودتی که همدونی حساب نمیکنی، نگاه میکنی الان خیابون بی دنیا 50-60 سال 100 سال میری، یعنی اینجا برای چی دل میره؟ اینجا نیستیه، از خود دنیا هم نمیمونه، برای کسی هم نمیمونه، بعد همش چی؟ اصلا همش توش تاموش میبری، نه که حالا برای شما یکی اینجا فکر نکن روش، اونجا که برای ابد هستی کجا هستی؟ این همون هست که بهش توجه بکن. تو عالم قبر شما کی هستی؟ آیا از اینایی هستی که بدناشون نمیپوسن؟ خیلی بدنا پیدا میشه، اینا معلومه خیلی محترمند که بدنهاشون اینطوری، توی موبایل عکس در شهیدی که خیلی سال گذشته بود، بدن تازه بود داشتن نگاه، علامه مجلسی موشک افتاد پایین قبرش، قبر خراب شد، پایین قبر، بدن سالم، کفن سالم، بعد از 300 سال داشتن اطراف مشهد رو خراب میکردن برای اینکه توسعه بدن، مرحوم تبرسی بعد از 900 سال پیدا شد جسد، تازه بدن کفن، بله، منتقلش کردن آوردن سر خیابون اونجا براش برش. چه خدا احترام میکنه به اینا، چه بندگی هایی کردن برای خدا. آیا مثلا تو عالم برزخ شما کجا هستی؟ چگونه هستی؟ اینا که میرن عالم برزخ شخصیت های بالایی دارن از نظر خدا، یه مرکزی میشن برای اقوامشون، چه گذشته ها که رفتن، چه آینده ها که میاد، یعنی اون گذشته ها خیلی خوشحالن به اینکه همچی کسی اومد که از فرزنداشونه، اونجا بساطی زندگی بسه خاکه میبسن میان، وقت گذشته هام که میان که ردش پایین تره، مخصوصا تو میخوای میارندش سر میزنی، خیلی خبر هاست اونجا، فقط مایه میخواد، مایش هم حسنات، مایش خوب بوده، مایش شخصی عبادت ها جواب میده خدا، هم تو فکر بودن دیگه، بالاخره خود هرکس خودش میده. اگه یه کاری بکنیم تو پرونده معصیت نباشه خوبه، هرچی باشه اون طرف، هرچی باشه خوبه، خیلی خوب دیگه، حالا هرچی ثواب هم توش پر کنیم دیگه چه بهتر. فقط یه مطلبی که وحشتناکه که حضرت علی پیغام داده، فرموده نیاد عالم آخرت ولو با یه دونه معصی که وضع مؤمن معاصی مبهمه اینجا، خیال یکی دوتا یه دونه هم باشه به همون اسم اونجا خیلی شرمندگی داره. الان شما تو این زندان ها میرید خیال میکنید این دوزه مثلا 300 هزار تا دوزی کرده، یه قلم دوزی کرده، خب یه دوزه دیگه، یه گناه هم جزء عصیانه، تا بیاد صاف بشه خیلی آبروریزی میشه. الان شما اگر توی جاهای مجرمه دنیا برید، هم زندان ها اینا، به اسم باشون، حالا اسمش جمشید، حسن، مرتضی، سرچ، اونا رو به جرم میگن، میگن سارقه، اون قاتله، ماها بعد از قبض روح رو اون کارامون اسم گذاری میشه، خدا نکنه اسم بدی باشه، یک قرون هم دزدی کرده باشی به عنوان دزد دست گیره، تا بیاد این صاف بشه، تموم بشه، چه آب ریزی آدم داره. یه دونه غیبت هم کرده باشی درگیرن بود، و و و اینا چه خبره، چه همچی بی قفلت داریم میگذریم از کنار اینا، و چه وحشتناک، چه خبره. یه نفر مرده، خب ما چه کار کنیم؟ ما جز این کنیم خدا بیامرزدش، حالا وابسته هاشم که هستم،
بله حرف نداریم خدا بیامرزه، ما که آرزو نم خدا خودمان بیامرزه، ولی اعمال 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 و تمام طول این زندگی. یه دونه نامحرم هم نگاه کرده توبه نکرده فعلا به عنوان مجرم درگیرن باش، خیلی مشکله. اینجور خبر هاستا دنیا کارمون الان ندارن، دارن پرونده پر میکنن. البته در واقع کار هست، خود انسان بصیره به پروندشه، خودش میدونه موقعیتش چجوره. یه راحتی که از همه چی راحت تره، شما فرض کنید که اون قاضی که میخواد به پرونده شما رسیدگی بکنه پلود نشسته تو خونتون، از همشه مهمون شماست، خیلی خوش اخلاق، از تو صبح هم باش حرف بزنی گوش میکنه، خب باش حرف بزن. قاضی قیامت خداست، خدام پلوته، حرف بزن باش، برو خدا ببخشم عفوم کن، اینا اینجور کن اونجور کن، من چیکار کنم؟ درستش کن، گوشم میکنه، میامرزه، یادم میده چیکار کنی. اون من هر سن قصه میخوره، میگه تا قلم دست خودتونه، پروندم جلو خودتون بازه، چرا دست نمیبری توش؟ یعنی توبه کن، پاک میشه، نماز بخون، جا میفته، مال مردم بده، پاک میشه، روزتو بگیر، درست میشه، پرونده بازه الان، قلمم دست خودته. اون وقت اول مرگ میبندن، حالا یه دونه گناه میخوای از تو در بیاری، دیگه خدا میدونه چه خبر، دیگه هیچ عملی نمیره توشو، دیگه هیچی، پرونده رفتش. اون قصه مال همینه. تو قبرم میگه رب برجعون، اینکه تو قبر چند جا قرآن خبر داده، این طرف مرد، حالا واسه مریضی هم داشته، خیلی هم ناراحت و درد و اینا، مثلا حالا هم که مرده تا الان تو قبر گذاشتن خب طولی نمیکشه که، حالا تو قبر ببین طرز حرف زدنش با خدا و قرآن دیگه، میگه رب برجعونی لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، که تو سوره مؤمنونه، من کار خوبی بکنم در ما ترکم. آخه میدونستی تو همه خونه و زندگی و موقعیت و همه ما ترک، یعنی هرچی مونده، مثلا شما رئیس بودی همون ریاست ما ترکت، پول داشتی، پدر بودی، بزرگ بودی، هرچی اینا ما هرچی داشتی تو دنیا اینا ما ترک، الان رفت دیگه، بعد روحتو که میبرند اینا همه ریخته اینجا، میخوای برگردی سر جا، حالا آدم خوبی باشی. خب چرا نبودی دالا؟ این معلومه میتونسته خوب باشه، این نکرده، برای اینکه این فاصله مردن تو قبل که حوزه علمیه درستان دیگه، یه همه آدم هست ده میخواسته نکرده، همین بدبختی که دائما گرفتارش هستیم، هی میکنیم میکنیم این کارو میکنیم میکنیم، هی میخواییم اون اگه میخواند الان بعضی که اینم نمیخواند آدم خوبی بشن، میخواند توبه کنن، میخواند هم چه کنن و یه مرگ میاد دیگه، هی میگن آه مدلتت معلوم نیست، یه هم میاد مرگ، هی تو اینجور نیستش که چی بکنی. بله، یعنی که تو تربیت ها بهمون گفتن، هستنی فرمود کار آخرت رو عقب ننداز، دنیا عقب افتاد افتاد کار دنیا، میخوای خونه رو رنگ کنی، حالا نشدم نشدم آخرت، نماز نخوندی نخواب، آقا تو این خواب ممکنه بمیری این بیچاره، ما باش نماز بخون بخون خمس ندهی با بده این میمیری بیچاره میشه، مال مردم توبه کن، این نه اینجوری نرو پرونده اینطوری. خیلی خوابیدن از خواب پانشون، خیلی قرآن هم خبر داده که تو خواب دیگه من اگه خواستم برمیگردن بگه نه برمیگردن، ریسک بزرگه، بیداری هم همتون رو خوب میبره. فرمودن دنیا رو عقب نندست، فرمودن کارهای آخرت کارهای آخرت رو عقب. خیال کنید همه الان میمیرید، یعنی چون میشود ما حسرت میخوریم، همه میگه برگردیم، خودم که بر نمیگردونه. اینه این سوره الان مؤمن اونجا با من بازه، بفرماد وقتی اینه آیه 97-98 حتی ازا جا عده هم الموت، مرگ که میادش قال رب برجعون، حالا بگی منو برگردون، چی خواهی میخواه بکنی؟ لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکت، این هم عمل صالح و برد بوده، هم میدونسته تو ما ترکش چه کنه، نکرد بدونه که در همه اطلاعات هم دیگه. حالا حرفی که خدا میزنه خیلی خجالت آوره برای ما، خیلی کلا انها کلمتون هو و قائلها، خدا میگه که دروغ میگه، حرف میزنه، آخه یه چیزی اون مرده فهم میکنه اون به هم میخوره،
این با همه حالتی که رفته که خبر ملک الموت رو دیده، فرشته ها رو دیده، با این حالت برش نمیگردونم. این حالت آنورماله، امتحان توش غلطه. این حالت اینجوری اگه باشه که همه جرأت میکنن که بد باشن که. ارسطو فرمود اگه با دیدن آخرت اینو از دست نره، هر کی برگرده با تقوا ترین حتا هر کی مخابش عقل دیگه مگه دیوانه باشه؟ نه، میگن همه این دنیا همه شرایط اینجوری، همه شرایط هستش. بله برگرده اینا یادش نیست، تو دنیا هم که بود تو نمیکرد اینو قلم نمیکنه، این خیال میکنه با اون حالت اونا میگه حرف میزنه. این برگرده در مرحله امتحان باز همونه که هستش. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. تو سوره منافقین که سرصدا میکنه من برگردون، این معلومه مال مردم رو نداده، خمس و زکات و از این حرف هست، چون حرف از صدقه داره میزنه. صدقه همه انبالیست که هست، حتی زکات و قرآن به عنوان صدقه. اینجا میگه که آیه 10 سوره منافقونه، انفقوا مما رزقناکم، هزینه کنید از اینایی که بهتون دادیم از قبل از اینکه مرگتون برسه. یقول اون وقت میگه لب لولا آخرتنی الى اجل قریب، میشه دو روز ما بریم اجل قریب، یعنی مدت کمی، حالا بستگی به کارش داره، یه هفته، پنج روز، دو ساعت، چه ما بکنی؟ فصدقه بره این مالا رو بدم، خب مالا رفت همش. ببینه آدم که میبینه میفهمه این مالا دیگه مال تموم شد رفتش. بله شما فرض کنید، خیال کنید که دوز اومده تو خونه، دستاتم بسته، همه داره میبره، خیال عالم خیال داریم فرض میکنیم، میدونیم دستت به این مالا دیگه هیچ نمیرسه، این وسط هم یه فقیر اومده میگه به من کمک کن، اگه بتونه میگه آقا ورد و برو جان، هم آقا میبر تو ورد و برو. این چون مرده حالا دیگه مال خودش که نیست، رفت. خیال نکنید همه ورث هم راضی هم دار، بعضی ها با ورث هم میانه خوبی ندارم، تا چاره ای ندارم چکار کنم. این میخواد برگرده بده و اکن من از صالحین، آدم خوبی باشم. میدونست آدم خوبی نبوده. خدا میفهمه لن یا اخر الله، من که تا حالا کسی بر نگردوندم که ازا جا اجلو. جریان اسفناکه چند سال پیش حالا اینجوری شده، نم چطور و فلان نمیدونم، نباید اینجوری هم بشه که تو قبر در حال دفن زنده شده بوده، ظاهرا هنوز مرگومی عجله میکنن بس اینکه حالا چی بوده. چند سال پیش تو بزن گفتش که اینو برشن داشتن برمیگردوندن، هی بیچاره دل سوختن بالا اینه تو را تصادف کرد برد مرده بیچاره. ما در این حال چند دیگه هم مردن، یعنی خب تصادف که یه نفری نیست. گفتیم نگاه کن این اینجا مرده، حالا چجور شده چیه چجور عجله فینا به حال اومده دیدن تکون بخوره زنده شده، حالا که دارم برمیگردن حالا تو را بیچاره مثلا که نیم ساعت بیشتر وقت نداشته. اومد چند تا دیگه هم باورده، اومد میگفتش که این کم بوده، اومده چند تا هم گفته شما بیاد اخه اینجا. بله دیگه اینطور میشه. اکن من از صالحین، خوب خدا هم که بر نمیگردونه، والله خبیرون به ما تعملون. یه دعایی که بکنیم این دعا رو هر والا خودتون بدونی که خدا بعد از مرگ حسرت نخوریم، مهمه ها، هی نه برگردون برگرد، خب بکنین کار که میخوایم. یه کسی تو مصر این کار رو میکرده، مشهوره، یه قبری درست کرده بوده، میرفته تو قبر مثل مرده میخوابیده، بعد میگفته رب ارجعون، این آیه رو میخونده، خدای منو برگردون، لعلی اعمل و صالحا، بعد پامشده میگفته خدا برد گردون، خب برو ببینم چیکار میخواد، خودش میگفته اون بده مشغول عبادت اینا میشه، حالا که نمیشه تمرینش که میشه. بله به هی تذکر هی تنبه. اللهم صل على محمد. انا انزلناه فی لیلة القدر، شب شهادت آقا امام زین العابدینه. کجا میخوای بری؟ 10 دقیقه به روح پاک آقا امام زین العابدین عنایت کنی، به حرمت قرآن عنایت کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا دلامونو منور کنه به نور قرآن و ولایت و محبت امیرالمؤمنین صلوات خط کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همه بخوان بسم الله الرحمن الرحیم.
انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر السلام علیک یا بقیت الله آجرک الله فی مصیبت جدک الحسن خوشا سعادت آن کس خوشا سعادت آن کس که در کنار تو باشد حسین بهشت بهشت که طلبد آن که در جوار تو باشد یا ابا عبدالله حسین من لسان ناطق حق لسان ناطق حق پرده دار غیب و شهودی حسین آره والله لسان ناطق حق پرده دار غیب و شهودی حسین بلی سزد بلی سزد که بهای تو کردگار تو باشد یا حسین آقا جانم نظر به روی سیاهم کنون یا عبدالله نظر به روی سیاهم کنون به بار گناهم یا حسین آرزوی قلبی هممون اینه نظر به روی سیاهم کنم به بار گناهم یا حسین آقا جانم عزیز دل زهرا به وقت مرگ به وقت مرگ دو چشمم در انتظار تو باشه حسین 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 ممنون آقاییم که در این ماه محرم ما رو مهمون خودش قرار دادیم بهمون اجازه دادن اقامه عزای سید الشهدا رو در این هیئت محترم محبان و نبی برگزار کنیم آجرک الله یا بقیت الله این جمله رو بگم بعد روزه امام سجاد رو بخونم آقا جانم زینب کبرا زینب کبرا سر بازار میخواند تو را یا صاحب الزمان زینب کبرا سر بازار میخواند تو را فاطمه فاطمه بین در و دیوار میخواند تو را با همی حال خوش دل تو ببر مدینه برو کنار پنجرهای بقی الان اگر قبر امام زین العابدین رو نظاره کنی گنبد و بارگاهی نداره شمع و چراغی نداره اما فقط یه روزه برات بگم از عاشورا و
انشالله دلت متحول بشه، امام زمانم شب شهادت آقامون یه عنایتی کنیم. انقدر با صد بگم زهرا عاشورا، انقدر به دل آقا امام زین العابدین سخت گذشت. وقتی خانم زینب وارد خیام حرم شد، آقا سوال کرد عمه جان زینب از عموم عباس چه خبر؟ بار دیگه سوال کرد، خانم جواب نداد. برای بار سوم تا سوال کرد عمه جان گفتم از عموم عباس چه خبر؟ گفت عمود عباس رو کشتم. انقدر امام سجاد اشک ریخته، میدونی چرا؟ گفت عمه جان دیگه بابام حسین تنها شده. نمیدونم چقدر متوجه شدی. هی عشری صورت به صورت عمه گذار، گفت عمه جان دیگه بابام حسین تنها شد. یا حسین من آن گلم، من آن گلم که خفته به خون باغبان من، نه گل نه غنچه مانده به باغ خزان من. همین روزا بودا جلو چشم امام سجاد 18 سر بریده رو آوردن دروازه کوفه، سر بریده باباش حسین رو نیزه بلندی قرار. انقدر به دل آقا سخت گذشت، اون نیزه دار میگه هر طرف سر رو میبردم، سر بر میگشت و زینب و بچه هاشو نزار. آی حسین، آخ آخ آخ، التماس دوشم شهادتشو به این چشمت التماس کن به علی قسم. هفتاد هفتاد داغ دارم و هفتاد داغ دارم و در سوز آفتاب 18 سر بریده شده سایبان حسین. به خدا یه بچیر یه کتاب گریه داری ها. هفتاد داغ دارم و در سوز آفتاب 18 سر بریده شده سایبان من، اما زنجیرها یه سر ریسمان به پیکر بی بی زینبه، یه سر ریسمان به ناقه امام زین العابدینه. انقدری قل و زنجیر سنگینی کرده بدن آقا خم شده رو ناقه. الله اکبر، زنجیرها زنجیرها به زخم تن من گریستن، اما دشمن نکرده رم به عشق روان من. بعد از 40 سال واقعی عاشورا، امام محمد باقر میفرماد وقتی بدن پدرم رو غسل میدادم هنوز آثار قل و زنجیر بر بدن بابا بود. بعد مرگ تو یتیمان همگی دانستن که چراغ شبشان طلعت زیبای تو بود مولا. تا ابد بر سر سودایی ما خاک عزاز حسین، تا ابد بر سر سودایی ما خاک عزاز ای ابن رسول الله. زان قباری که به رخسار دلارای تو بود
اما یا ابن رسول الله آقا یاد قتل پسر فاطمه می کشت را. چرا آخه عصر عاشورا وقتی شم رو سینه ابی عبدالله نشسته بود میگن امام زین العابدین گوشه خیمه نظاره میده، اما آن از دل آقا وقتی حیوانی رو ذبح میکردن آقا اشک میریختن، آب روان میدیدن به یاد آتش بچه ها اش میریختن به یاد عاشورا. لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله دختر بچه ای رو میدیدن اش میریختن به یاد خواهرشون. قربون دلت برم آقا، الله اکبر. من دیدم تنهای پاره پاره، من دیدم تنهای پاره پاره، دادم زکف یک آسمان ستاره، دادم زکف به به. من دیدم، من دیدم تنهای پاره پاره، به به. من دیدم تنهای پا، دادم زکف یک آسمان، دادم زکف یک آسمان ستاره، دادم زکف یک آسمان. منم امام ساجدی، منم امام ساجدی، منم امام حق خوانده زین العابدین، حق خوانده زین العابدین، مظلوم حسین جان، مظلوم. منم امام ساجدین، منم امام ساجدین، منم امام ساجدین، حق خوانده زین العابدین، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان. عمه به پای من ستم کشیده، عمه به پای من ستم کشیده، او بارها جان مرا خریده، او بارها جان مرا خریده. منم امام ساجدی، منم امام حق خوانده زین العابدین، نلعا مظلوم حسین جان، مظلوم، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان. منم امام ساجدین، منم امام ساجدین، منم امام حق خوانده زین العابدین، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان. حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، ضیاء هر دو عین من، حسین من، حسین من، ضیاء هر دو عین من، حسین من، حسین من. غرق خون گرچه تن سید و سالار من است، غرق خون، غرق خون گرچه تن سید و سالار من است، سر او، سر او، سر او بر سر نه یاور و غمخوار من است، سر او بر سر نه یاور و غمخوار من است. حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، ضیاء هر دو عین من، حسین من، حسین
آن که با خواندن آیات نگهدار من است، آن که با خواندن آیات نگهدار من است، لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است، لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است، و از پی دیدن او دادن جان کار من است، و از پی دیدن او دادن جان کار من است. حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، ضیاء هر دو عین من، حسین من، حسین من، ضیاء هر دو عین من، حسین من، حسین من، مولا حب الحسین، ماه محرمم رو بهت ما خیلی ممنونشی بهمون اجازه دادن تو عزای سید و شهدا شرکت کنی ابن الحسن آقا جان. مولا خدایا به سوز دل عمه سادات بی بی زینب، به گل روی امام زین العابدین علیه السلام، خدایا این محرم رو محرم آخر عمر ما قرار مده، به دم الحسین، به دم المظلوم یا الله. رفتید زیارت؟